فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران، چهارمین پیام شما را شنیدیم و در جواب شما میگوییم حاضر، حاضر، حاضر. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. دیماه 96 بهبهان. برادر مسعود عزیز، فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران، پیامت را با گوش جان شنیدم. حرف اصلی همینه که ملت هم هر روزه توی خیابون‌ها فریاد میزنن. اصلاح طلب اصولگرا تمامه. ماجرا جواب آتیش رو هم با آتیش به این جانیان دجال خواهیم داد. برادر مسعود، ما یگانهای ارتش آزادی بخش جواب سرنگونی این رژیم رو خواهیم داد. خیالت راحت باشه. حاضر، حاضر، حاضر. امیر، کانون شورشی 1007، شماره 274. برادر مسعود، پیام شماره 4 را شنیدم. ما آماده هستیم برای برقراری 1000 کانون شورشی برای سرنگون کردن حکومت دیکتاتوری ولایت آخوندی. ما دست در دست مردم به پاکاسته و تحت فرمانده شما و سرنگونی این حکومت ظالم را به زور کشیدن خامنه‌ای جلاد از پای نخواهیم نشست. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر برادر مسعود. زنده باد ارتش آزادی بخش. این آخرین کلام هدف فقط مردم. ما همه با هم هستیم. ملت بی‌شکست. شیراز، 21 دی ماه 96، شیران شورشی 18 افسر. با سلام به رهبر مقاومت برادر مسعود، از گرگان صحبت میکنم. برادر، پیام چهارم شما رو با جان و دل شنیدم. ما هم صدا با مردم ایران خطاب به نظام پلید و همدستان استعماری اونها فریاد برمی آوریم. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. دیگه این بازی های استعماری رو جمع کنید. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجبی، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران. گرگان، 20 دی 1396. با سلام، برادر مسعود چهارمین پیام فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران را دریافت کردیم. همانطور که در پیام اشاره شد، صورت مسئله اصلی امروز ایران موضوع رهبری هست که امروز برای همه روشنه. تنها جایگزین سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومته. ما با دل و جان فرمان شما رو در کانون شورشی شهرمون اجرا می کنیم و آتش قیام را 100 چندان بیشتر از قبل شعله ور می کنیم. خطاب به خامنه ای می گویم: شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده. آتش جواب آتش. حاضر، حاضر، حاضر. یگان شورشی اشرف 560، کرمان. برادر مسعود، شیر همیشه بیدار، هزاران درود. برادر، پیام شماره 4 شما رو هم شنیدیم. برادر جان، با هوشیاری همیشگیت انقلاب نوین مردم ما رو در هر سرفصلی هدایت میکنی و از گزند آفتها دور میکنی. این بار هم با ترسیم مرزبندی های روشن و با شعار نه شاه و نه شیخ جلوی این ترفند ارتجاعی و استعماری رو گرفته و با حرفاشون قصد دارن پای ماندگاری شیخ و ملا رو سفت کنن و راه رو بر مقامات انقلابی مردم ایران ببندن. ما با کانونهای شورشی هم با صدای بلند فریاد میزنیم: اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. پیش به سوی تشکیل 1000 اشرف و 1000 کانون شورشی. من آرش از کانون شورشی 850. حاضر، حاضر، حاضر. Tamam be şuna bir yer var. Dictator.
شعار نویسی به صورت زنده، مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران. شعار هر ایرانی، حکومت آخوندی، سرنگون سرنگون. تهران، 20 دی ماه 1396. شعار هر ایرانی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران، حکومت آخوندی، سرنگون سرنگون. تظاهرات در مقر اتحادیه اروپا در همبستگی با قیام مردم ایران و اعتراض به حضور وزیر خارجه رژیم در بروکسل. ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران و در اعتراض به حضور وزیر خارجه رژیم رکورددار اعدام در بروکسل، یک تظاهرات اعتراضی در مقابل مقر اتحادیه اروپا برگزار کردند. تظاهرکنندگان از اتحادیه اروپا خواستند تا سیاست مماشات با رژیم آخوندی را پایان داده و در طرف مردم ایران قرار بگیرد. در این تظاهرات دکتر آلخاویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، طی سخنانی ضمن اشاره به اعتراف خامنه‌ای درباره نقش مجاهدین در قیام، از اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ سیاست قاطع در برابر رژیم آخوندی شد. And freedom and democracy is in Iran. Thank you very much. Dear friends, it's not only you who are here. We address millions of Iranian people. تون اکلام، نماینده برجسته پارلمان اروپا، نیز طی سخنانی از قیام مردم ایران برای آزادی حمایت کرد. Thank you. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی. اسلام و تلیه کردن، مردم و تلیه کردن. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. بیرگی، بیبینی، ایران و پسبینی. بدهی است قول مسکو، دی آر تروریست دی مسکو. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل نوشت هواداران شورای ملی مقاومت ایران در بیرون مقر مرکزی اتحادیه اروپا تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در حالی که تصاویر مریم رجوی را در دست داشتند علیه حضور وزیر خارجه رژیم در بروکسل شعار سر دادند. سایت نیو یوروپ نوشت تظاهر کنندگان در مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل بارها شعار نه به معامله با رژیم قاتل ایران سر دادند. آنها تصاویر مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران را در دست داشتند و از جامعه بین المللی خواستند سران رژیم ایران را به خاطر سرکوب وحشیانه تظاهرات اخیر در سراسر کشور محکوم کند و مورد حسابرسی قرار دهد. پارلمان مگزین به نقل از سخنگوی تظاهر کنندگان نوشت ملاقات با ظریف در حالی صورت می‌گیرد که قیام‌های بزرگ بسیاری از شهرها در ایران را طی دو هفته گذشته تکان داده است. حدود 50 اعتراض کننده بیگناه ایرانی در خیابان‌ها کشته شدند. حداقل 2 تظاهر کننده جوان تا الان در زندان زیر شکنجه کشته شدند. دعوت از نماینده دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران که جنایت‌های بسیاری مرتکب شده یک اقدام شرم‌آور است و به مردم رنج دیده ایران آسیب می‌رساند. به جای این اتحادیه اروپا باید رژیم ایران را محکوم کند و مرتکبین جنایت‌ها را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند. شمار دیگری از رسانه‌های خبری نیز گزارش‌های از این تظاهرات منعکس کردند. الشعب الإيراني ضد النظام الروحاني بعيدا عن اعتبارات المصالح السياسية والاقتصادية. وفي بروكسل تجمع العشرات أمام مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بموقف أوروبي حازم تجاه کنفرانس وزرای امور خارجه 3 کشور اروپایی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از جلسه بروکسل 11 ژانویه 2018. روز پنجشنبه وزرای خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان طی جلسه در بروکسل که به دعوت فدریکا موگرینی تشکیل شده بود با جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران گفتگو کردند، اما در پایان کنفرانس مشترکی با حضور ظریف برگزار نشد و وزرای خارجه 3 کشور و موگرینی خودشان کنفرانس مطبوعاتی پایانی جلسه را برگزار کردند. 3 وزیر اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا در این کنفرانس ضمن تاکید بر لزوم حفظ برجام، مواضع خود را پیرامون برنامه موشکی و مداخلات منطقه‌ای رژیم و همچنین موضوع حقوق بشر در ایران عنوان کردند. در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت همه طرف‌های امضا کننده باید برجام را رعایت کنند، اما توافق اتمی به این معنی نیست که ما سایر نقاط اختلاف را که هم در زمینه بالستیک و هم در زمینه اقدامات رژیم ایران در سراسر منطقه وجود دارند پنهان کنیم. L'a exposé à la fois dans le domaine du balistique et à la fois dans l'action de l'Iran sur l'ensemble de la région. Il faut qu'on parle de ces deux autres sujets.
Wir als Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland steht absolut klar zu diesem Abkommen. Wir sehen Sigmar Gabriel, وزیر خارجه آلمان نیز بر لزوم حفظ برجام تاکید کرد و افزود همه ما قویا معتقدیم که جدای از توافق اتمی موضوعاتی هست که باید فوراً بین ما و رژیم ایران مورد بحث قرار گیرند. ما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز صحبت کردیم. اما قبل از هر چیز درباره این مسئله که نقش رژیم ایران در خاورمیانه چطور تغییر می‌کند؟ Wir sind allerdings auch gemeinsam der festen Überzeugung, dass unabhängig vom Abkommen es Themen gibt, die dringend zwischen uns und im Iran diskutiert und auch einer besseren Lösung zugeführt werden müssen. Thank you very much. I'm really going to just echo what Sigmar and Jean-Yves have already said. I think this is a very important. Boris Johnson, وزیر خارجه انگلستان گفت مهم است که ما اروپایی ها گرد هم آمدیم و موضع متحدی را ابراز کردیم. این که خیلی برای برجام اهمیت قائلیم. این شیوهی برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی است. رژیم ایران از این توافق تبعیت می کند. بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان در پیامی بعد از جلسه بروکسل گفت انگلستان به فشار برای رعایت حقوق بشر و آزادی مطبوعات در ایران ادامه خواهد داد. بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه درباره شرکت وزیر امور خارجه این کشور در جلسه بروکسل 10 ژانویه 2018 20 دی 96. این جلسه فرصتی است که همه طرفها مواضع خود را در رابطه با توافق اتمی با رژیم ایران تکرار کنند. فرانسه مصمم است که توافق وین را حفظ کند. فرانسه در رابطه با موضوع حقوق و آزادی‌های مردم ایران در ارتباط با تظاهرات‌هایی که در ایران وجود داشتند مراقب است. این همان موضعی است که رئیس جمهور فرانسه بیان کرده و در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز 5 ژانویه در نیویورک مورد تاکید قرار گرفت. برنامه موشک بالستیکی رژیم ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت ندارد. اعمال رژیم ایران در منطقه از جمله در عراق، سوریه، لبنان و یمن باید مورد گفتگو قرار گیرند، چرا که باعث تنش شده و قابل چشم پوشی نیستند. وزارت خارجه فرانسه یک روز قبل از برگزاری جلسه بروکسل بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه که روز چهارشنبه 20 دی انتشار یافت بدین قرار است. این جلسه فرصتی است که همه طرفها مواضع خود را در رابطه با توافق اتمی با ایران تکرار کرده و اجرای آن را ارزیابی کنند. فرانسه مصمم است که توافق وین را حفظ کند. در طول مذاکرات فرانسه کمک کرد که آن را تقویت کرده و در مرحله اجرا نیز آن را تحکیم بخشید. این توافق برای همه ما و کشورهایی که آن را به سرانجام رساندند تعهد آور است. این تعهدات مربوط به بخش هسته است و ایران باید به دقت آنها را اجرا کند و تعهداتی مربوط به بخش اقتصادی نیز هست. این توافق توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز به عنوان راه حلی برای بحران 10 ساله شناخته شده است. خارج از موضوع هسته‌ای، به نگرانی‌های دیگری نیز باید پاسخ داده شود. برنامه موشک بالستیکی ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت ندارد و عامل بی‌ثباتی منطقه است. اطلاعاتی که درباره انتقال موشک‌ها و کمک‌های ایران به کشورها و موجودیت‌های غیردولتی منطقه وجود دارد، یک عامل نگرانی جدی هستند. به همین دلیل برنامه موشک بالستیکی ایران باید به چارچوب کشیده شود. ما ایران را فرا می‌خوانیم که شلیک موشک‌های بالستیکی غیر منطبق با قطعنامه را متوقف کرده و به پیشنهادات گفتگو در این رابطه پاسخ دهد. اتحادیه اروپا نیز باید در رابطه با این موضوع فعال باقی بماند. اعمال ایران در منطقه از جمله در عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز باید مورد گفتگو قرار گیرند، چرا که باعث تنش شده و قابل چشم پوشی نیستند. جلسه فردا فرصتی برای آقای ژان‌یو لودریان وزیر امور خارجه خواهد بود که یک بار دیگر نگرانی فرانسه و همچنین اراده آن برای داشتن یک گفتگوی مطالبه‌گر با ایران در رابطه با هر کدام از این موضوعات را بیان کند. از طرف دیگر فرانسه در رابطه با موضوع حقوق و آزادی‌های مردم ایران در ارتباط با تظاهرات‌هایی که در ایران از 28 دسامبر به بعد وجود داشتند مراقب است. این همان موضعی است که رئیس جمهور فرانسه بیان کرده و در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز 5 ژانویه در نیویورک مورد تاکید قرار گرفت.
بیانیه کاخ سفید. ایالات متحده خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در ایران از جمله قربانیان سرکوب‌های اخیر است. 10 ژانویه 2018 20 دی 96. دولت ترامپ عمیقاً نگران گزارش‌هایی است که رژیم ایران در هفته گذشته هزاران شهروند ایرانی را به خاطر شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز زندانی کرده است. ما سران رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق مردم ایران قابل حسابرسی می‌دانیم. کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای درباره دستگیری‌های گسترده و کشته شدن شماری از دستگیر شدگان اخیر در زیر شکنجه توسط رژیم آخوندی اعلام کرد: دولت ترامپ عمیقاً نگران گزارش‌هایی است که رژیم ایران در هفته گذشته هزاران شهروند ایرانی را به خاطر شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز زندانی کرده است. علاوه بر این، گزارشات نگران کننده دیگری وجود دارد که رژیم برخی از این تظاهر کنندگان را در حالی که در بازداشت هستند شکنجه یا کشته است. ما تا زمانی که دیکتاتوری حاکم بر ایران حقوق اساسی شهروندان خود را سرکوب می کند ساکت باقی نخواهیم بود و سران رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق بشر قابل حسابرسی می دانیم. تظاهر کنندگان در ایران نارضایتی مشروع دارند، از جمله خواستار پایان دادن به سرکوب دولت، فساد و اتلاف منابع ملی به خاطر ماجراجویی های نظامی هستند. رژیم ایران ادعا می کند که از دموکراسی حمایت می کند، اما زمانی که مردم خود را که آرزوهایشان را برای زندگی بهتر و پایان دادن به بی‌عدالتی بیان می کنند سرکوب می کند، یک بار دیگر طبیعت وحشی خود را به نمایش می گذارد. ایالات متحده خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در ایران از جمله قربانیان سرکوب‌های اخیر است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایالات متحده به آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران فراخوان می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: همچنان که سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد، ایالات متحده در برابر سرکوب حقوق پایه‌ای شهروندان ایرانی توسط رژیم ایران سکوت پیشه نخواهد کرد. ایالات متحده به آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران فراخوان می‌دهد. غیظ رژیم از قطعنامه مصوب کنگره آمریکا و مقاله مریم رجوی در وال استریت ژورنال درباره قیام مردم ایران. مجلس نمایندگان آمریکا این بار به بهانه حقوق بشر و آزادی بیان با تصویب قطعنامه از اغتشاشات و آشوبگران حمایت کرد. این قطعنامه ضد ایرانی 415 رأی موافق و فقط 2 رأی مخالف داشت، به طوری که تحسین مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. وال استریت ژورنال هم اولین بار نوشته ای از سرکرده گروهک تروریستی منافقین درباره آشوب‌های اخیر در ایران منتشر کرد. This time, unlike in 2009, America has not shied away from doing the right thing. این بار برخلاف سال 2009 آمریکا کنار نمی‌کشد. خودمان را گول نزنیم. روحانی رئیس جمهور میان رو نیست. او سراسر زندگی خود را به رژیم و ایدئولوژیش وفادار بوده است. به همین علت این قطعنامه بسیار اهمیت دارد. با سلام و درود به همیهنان گرامی، ادامه خبرها و گزارش‌ها را از سیمای آزادی به آگاهی شما می‌رسانیم. بعد از ظهر پنجشنبه 21 دی ماه مراسم شب هفت شهید قیام وحید حیدری در قطعه 34 بهشت زهرای عراق برگزار شد. در این مراسم قریب به 1000 نفر از مردم عراق حضور یافته و بر مزار این شهید فاتحه خواندند. ماموران امنیتی و اطلاعاتی رژیم در وحشت از شکل‌گیری هر گونه اعتراضی در محل بسیج شده بودند. گزارشی داریم از مراسم گرامی داشت این شهید قیام توسط مردم بر سر مزارش در بهشت زهرای عراق.
با سلام، من نازنین هستم، خبرنگار سیمای آزادی از عراق. امروز مردم عراق برای شهید قیام وحید حیدری که علیه ظلم و بیداد خامنه ای به ولایت فقیه پا خواسته بود مراسم شب هفت گرفتن. عراق نرم این که کلی مامور نیروی انتظامی لباس شخصی به اعتراض ریخته بود و فشاری که رو خانواده اش بود که این مراسم رو نگیرن، ولی در هر صورت این مراسم برگزار شد زیر فشار نیروهای امنیتی. و از همینجا درود بفرستم به روان پاک این شهید. اینجا بهزرا شهرستان عراق. روز پنجشنبه 21 دی ماه اعتصاب طلافروشان یزد برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت. طلافروشان یزد در اعتراض به اخاذی مالیاتی رژیم مغازه های خود را باز نکردند. اعتراضات کارگران شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز وارد 28مین روز خود شد. کارآموزان شرکت‌های نفتی غرب کارون نیز که از بلاتکلیفی استخدامی به سطوح آمدند، در مقابل فرمانداری حویزه و دشت آزادگان روز چهارشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. خانواده های کارگران مفقود الاثر نفتکش ایرانی که در نزدیک بندر شانگهای چین بر اثر تصادف آتش گرفت، با تجمع در مقابل ساختمان شرکت ملی نفتکش اعتراضاتشان را نسبت به وزارت امور خارجه رژیم و سفارت رژیم در چین ابراز کردند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه شماره 45 خود با اعلام اینکه شمار دستگیر شدگان قیام دست کم 8000 نفر است، به اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان و حمایت از خانواده‌های آنان فراخوان داد. در این اطلاعیه آمده است دستگیری‌های گسترده و جمعی جوانان در شهرهای مختلف که از آغاز قیام مردم ایران در روز 7 دی شروع شد همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های رسیده از داخل ایران و از درون رژیم، شمار دستگیر شدگان تا پایان دومین هفته قیام سراسری مردم ایران دست کم به 8000 تن می‌رسد. طی روزهای اخیر چند تن از این زندانیان تحت شکنجه‌های قرون وسطایی رژیم آخوندی به شهادت رسیدند. ابعاد دستگیری‌ها به حدی است که علی‌رغم پنهانکاری رژیم آخوندی، کارگزاران این رژیم در برخی از شهرها ناگزیر به گوشه هایی از ابعاد این دستگیری ها اذعان کردند. یک هفته پیش محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع گفت تعداد دستگیر شدگان به 3700 تن می رسد. معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران روز 12 دی ماه اعلام کرد فقط طی 3 روز 9، 10 و 11 دی ماه 450 تن در تهران دستگیر شدند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در ادامه اطلاعیه شماره 45 خود در مورد قیام می‌افزاید بنا به گزارش‌های رسیده از زندان‌های اهواز و دیگر شهرهای خوزستان، شمار دستگیر شدگان در این استان به 1600 تن می‌رسد. نماینده مجلس ارتجاع از ایزه گفت از آمار دستگیر شدگان اطلاع دقیق ندارد و افزود دستگیر شدگان غالباً نوجوانان و جوانان بین 16 تا 24 ساله هستند. بر اساس گزارش‌ها صدها تن در این شهر بازداشت شدند. مقامات ایران عموم مردم به ویژه جوانان را به حمایت از دستگیر شدگان و خانواده‌های آنها و قیام برای آزادی زندانیان فرا می‌خواند و از شورای امنیت و دبیرکل ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و دولت آمریکا و همچنین همه مراجع مدافع حقوق بشر می‌خواهد رژیم آخوندی را به خاطر این جنایت‌های ضد بشری قویاً محکوم و تدابیر مؤثر عملی برای آزادی آنها به عمل بیاورند. گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف کشور مبنی بر بدرفتاری با زندانیان و شهادت شماری از آنان زیر شکنجه، تشکیل یک کمیته تحقیق از سوی کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد دستگیری‌های خودسرانه و فجایعی که در زندان‌های رژیم آخوندی می‌گذرد را بسیار ضروری و فوری می‌کند.
آخوند جنایتکار محمود شاهرودی، سردشخیم سابق قوه قضاییه رژیم، در وحشت از گرفتار شدن به چنگ عدالت و قرار گرفتن در مقابل دادگاه قبل از صدور حکم دستگیری از طریق فرودگاه هامبورگ آلمان به طرز خفتباری به تهران گریخت. به گفته شاهدان صبح پنجشنبه خودروهای سفارت رژیم در آلمان آخوند شاهرودی را از کلینیک بین المللی جراحی اعصاب در شهر هانوفر که سعی می‌کرد چهره خود را با عبا بپوشاند سوار کرده و راهی هامبورگ شدند. در فرودگاه هامبورگ ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین از چند ساعت قبل از پرواز این جنایتکار در محل ترمینال پرواز تجمع کرده بودند. شاهرودی که به شدت از مواجه شدن با اعتراض کنندگان می ترسید از یک مسیر فرعی به سمت هواپیما برده شد. در این باره روزنامه بیلد نوشت قاضی مرگ فرار کرد. خبرگزاری رویتر در گزارشی درباره تحقیقات آلمان درباره آخوند شاهرودی نوشت یک سخنگوی دولت آلمان گفت که مقامات آلمانی به تحقیقات خود مبنی بر این که آیا محمود هاشمی شاهرودی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است صرف نظر از محل سکونتش همچنان ادامه خواهند داد. رویتر افزود شورای ملی مقاومت ایران از آلمان خواست تا یک حکم بازداشت فوری برای شاهرودی صادر کند، پس از آنکه متوجه شد که حکومت ایران 7 بلیت پرواز برای روز پنجشنبه برای او و همراهانش در پروازهای ایران ایر رزرو کرده است. رویتر با اشاره به اینکه حکم دستگیری آخوند شاهرودی باید توسط دادگاه قانون اساسی آلمان صادر گردد افزود این گروه گفت که شکایت رسمی خود را به دادستان‌ها ارائه کرده و شاهرودی را متهم نموده که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و از برلین خواسته است که اجازه ندهد که وی کشور را ترک نماید. دادستان فدرال گفت هر شکایتی به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک سخنگوی دادستانی گفت ما همچنان به بررسی حقوقی خواهیم پرداخت که آیا شاهرودی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است یا خیر. جمعی از کارگران و کارکنان شهر صنعتی البرز طی بیانیه‌ای اعلام کردند ما همراه و همصدا با قیام کنندگان دلیر در سراسر ایران خواسته های حق طلبانه خود را فریاد می‌زنیم که شما کاخنشینان حکومت آخوندی کاری به جز چپاول و اختلاس و دزدی از جیب مردم ندارید. ما از سوی کارگران و کارکنان شهر صنعتی البرز همسو و همپیمان با تمامی مردم ایران خواهان سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی هستیم و با تمام توش و توان خود در صحنه حاضر خواهیم بود تا بتوانیم استمرار قیام را تضمین کنیم. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. جوانان کرمانشاهی در بیانیه خود می نویسند ما جوانان کرد در کرمانشاه این را می دانیم که این مسیر بدون فدا و فداکاری هرگز به نتیجه نمی رسد. الان نوبت ما جوانان این مرزوبوم است که کشور در زنجیرمان را از دست این جانیان و جلادان نجات دهیم. متعهد می شویم که در گور گرفتن هرچه بیشتر تظاهرات کوشا باشیم و آن را تبدیل به پیروزی مردم در خیابانها کنیم و با شعار مرگ بر خامنه ای آتش این مقاومت را در کرمانشاه حفظ کنیم. جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج هواداران شورای ملی مقاومت ایران طی بیانیه‌ای تحت عنوان انقلاب طبقاتی و قیام طبقه فرودست یا توطئه بیگانگان و اختشاش اعلام کردند این یک انقلاب واقعی است. انقلاب طبقه فرودست که سرمایه‌اش را حاکمیت غارت کرده و حتی به سپرده‌های امانتی او در بانک‌ها رحم نکرده است و امروز با بی‌شرمی خواهان اخذ مالیات از دارایی اندک آنان در بانک هاست. مردمی که به هر سو می نگرند روزنه نجاتی از دست عوامل حکومت نمی یابند و دادگاه ها و کلانتری ها که باید حامیان و حافظان آنان باشند در سر گردن نشسته و ستم و بی‌عدالتی و زورگویی و باجگیری و رشوه خواری را از حد وقاحت گذراندند. این یک قیام مردمی است، قیام مردمی که می‌خواهند اختیار سرنوشت خود را این بار خود به دست بگیرند. مردمی که خواهان برانداختن هر گونه تبعیض
و بی‌عدالتی و خواهان برابری هستند و به دین حکومتی پشت کردند و حکومتی غیر دینی می‌خواهند و آزادی و ایرانی آزاد خواست اصلی آنان است. جمعی از خانواده‌های شهدا و زندانیان سازمان مجاهدین خلق منطقه غرب تهران طی بیانیه خود می‌نویسند: حرکت سیلاس‌های مردمی چند روز گذشته که خرد کننده نمادهای دیکتاتوری در ایران است، چنان لرزه‌ای بر ارکان حکومت آخوندی انداخته که همه جیره‌خواران داخلی و خارجی را به تکاپو واداشته است. از طرفی اشک تمساح می‌ریزند و از طرف دیگر نیش دشته نشان می‌دهند. ما خانواده‌های شهدا و زندانیان سازمان مجاهدین خلق منطقه غرب تهران ضمن تایید خواسته‌های به حق شما و سرنگونی رژیم آخوندی به عزم و اراده شما تبریک گفته و امیدواریم هرچه زودتر ایران آباد و آزاد را همراه شما بسازیم. جوانان قیام آفرین قم طی بیانیه ای اعلام کردند قیام قهرمانانه ملت به جان آمده ایران در سراسر میهن در زنجیر که از روز هفتم دی ماه جاری شروع شد قیامی است تا پیروزی کامل بر سیاهی و تباهی رژیم ولایت فقیه و برقراری عدالت و حاکمیت مردمی. خورشید شکوفایی و آزادی بر ایران زمین خواهد تابید و شب تیره و تار این جانیان و قاتلان به پایان خواهد رسید. ای دیکتاتور، پیام ما جوانان مبارز و مجاهد در قم به تو این است: به پایان سلام کن. به زودی زمین را زیر پاهایت در بیت العنکبوت به لرزه در خواهیم آورد. زنده باد آزادی، مرگ بر اصل ولایت فقیه. مادران پارک لاله در بیانیه خود از جمله گفتند: ما مادران پارک لاله ضمن همراهی با مردم عزیزمان که شعار آزادی، برابری و رفع بی‌عدالتی سر دادند و با هر گونه تبعیض، تحقیر، نجات پرستی و اشکال مختلف استبداد مرزبندی دارند، فریاد دادخواهیمون را بلند می‌کنیم و خواستار لغو هرچه سریع‌تر مجازات اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان‌های مختلف کشور هستیم. ما می‌خواهیم که تمامی آمران و عاملان شریک در جنایت‌های جمهوری اسلامی در دادگاه‌های عادلانه و علنی محاکمه و مجازات شوند. ما برای دستیابی به آزادی اندیشه و بیان و حق ایجاد تشکل و تجمع و اعتصاب و رفع هر گونه تبعیض و جدایی دین از حکومت از پای نخواهیم نشست، زیرا علت اصلی این بی‌عدالتی ها را در ساختار و همچنین قوانین آزادی ستیز و تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران می دانیم. جمعی از جوانان و نمایشگاهداران شهر بانه در بیانیه خود می نویسند: حکومت نحس و پلید آخوندی در آستانه سقوط و سرنگونی است. حال ما مستقیم سراغ خود خامنه‌ای رفته و یک صدا فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر می دهیم و ثابت کرده ایم که انقلاب نزدیک است. از شما مردم فهمیده و غیور می خواهیم هرگز خیابانها را ترک نکنید. بله، ما هستیم که سرنوشت ایران را رقم می زنیم و یک پارچه در برابر ظلم و فساد این دستگاه کثیف آخوندی تمام قد ایستاده ایم و تا آخر هستیم و خواهیم بود. در ادامه خبرهای این ساعت به گزارشی از کارزار اشرف نشانها در همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای اسلو در نروژ، آمستردام در هلند، استکهلم و مالمو در سوئد و سیدنی استرالیا توجه فرمایید. خون جوانان ما میچکه در چنگتان، روح جنایت پیشه سرنگونی در پیشه، روح جنایت پیشه سرنگونی در پیشه. خامنه ای بدونه به زودی سرنگونه، خامنه ای بدونه به زودی سرنگونه. چنگ 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 رژیم چنگ ایران، چنگ 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 رژیم چنگ ایران. خامنه ای قاتله، ولایتش باطله،
اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا به دست درد به شخم به زودی سرنگونه خامنه ای بدونه به دست درد به شخم به زودی سرنگونه به ترورسیم ایران رسی ستم جنایت سپایه ولایت رسی ستم جنایت سپایه ولایت این آخرین پیامه هدف کل نظامه این آخرین پیامه هدف کل نظامه شاه سلطان ولایت آتش جواب آتش سلطان ولایت اگر قرار بسیده آتش جواب آتش ای رهبر باداده قبرت شده آماده ای رهبر باداده قبرت شده آماده دم بید کامنه The murder of some of these people in detention is a sign of ادامه خبرها. تلویزیون حکومتی همچنان در برنامه‌های هراس‌آلود خود پیامدهای قیام مردم ایران در تشدید انزوای بین‌المللی رژیم و عواقب عملی ناشی از آن اعتراف می‌کند. با وجودی که سیاست دولت ترامپ در قبال ایران هنوز به طور کامل تدوین نشده، اما مقابله با برتری‌جویی ایران در منطقه و نیز حمایت از تغییر رژیم در ایران از محورهای اصلی سیاست آمریکا در قبال ایران است. تغییر رژیم، این اصطلاحی بود که وزیر خارجه آمریکا در همون ماه‌های نخست روی کار اومدن دولت ترامپ از اون سخن گفت. هدفی که البته تنها محور اصلی سیاست دولت ترامپ نبود و از مدت‌ها قبل در دستور کار دولت‌های آمریکا قرار داشت، اما در روزهای گذشته به ظاهر فرصتی به دست اومد تا آمریکایی‌ها به این هدف قدیمیشون برسند. امیدوارم که مردم در خیابان‌های امروز ایران بدانند که در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ آنها تنها نیستند. در کنار آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها هم وارد میدان شدند و به بهانه حقوق بشر و دموکراسی از آشوبگرا حمایت کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید به تلاش برای اطمینان از رعایت حقوق بشر و محافظت از حق مردم برای تظاهرات و اعتراض ادامه میدهد. Il y a aujourd'hui une crise. نقش ما مراقبت برای محافظت از حقوق مرتبط با آزادی هاست. Thank you. کنگره آمریکا و کاخ سفید یک بار دیگر به کار افتادند برای فشار بیشتر بر حکومت ایران. یکی از موضوعات بحث سخت تر کردن تحریم ها. فعلا باب کورک رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا و سناتور بن کاردن عضو ارشد دموکرات این کمیته با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید ملاقات کردند تا درباره طرح احتمالی تحریم ها بحث کنند.
با مطرح شدن موضوع قیام سراسری مردم ایران و سرکوب آن توسط حکومت آخوندی در شورای امنیت و صدور قطعنامه ها و بیانیه‌های متعدد از سوی پارلمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی، پاسدار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای وحشت‌زده از حسابرسی و قرار گرفتن در پیشگاه عدالت ادعا کرد در وقایع اخیر حتی در یک مورد هم نیروهای نظامی و انتظامی با اسلحه به خیابان نیامدند و آنهایی که کشته شده‌اند مشکوک هستند. وی به طور مسخره‌ای گفت: ما در ناآرامی‌های اخیر حد اکثر تحمل را در این ماجرا داشتیم و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم و کشته‌هایی که اتفاق افتاده عمدتاً مشکوک است و عمدتاً با تیراندازی‌هایی از پشت سر و از مناطق نامشخص اتفاق افتاده و در دست بررسی است و در این رابطه موردی نداریم مگر اینکه به یک پادگان نظامی حمله‌ای صورت گرفته باشد که در همه دنیا مجموعه های نظامی در این مواقع موظف به دفاع از خودشان هستند. در جریان قیام قهرمانانه مردم شهرهای مختلف ایران، بیش از 50 تن از تظاهرکنندگان با گلوله های پاسداران و ماموران وحشی خامنه‌ای کشته شدند. سپاه پاسداران وحشت زده از تحریم و حسابرسی بین‌المللی به خاطر جنایات سرکوبگرانه علیه قیام سراسری مردم ایران در روزنامه خود نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از اغتشاشات در ایران با صدور قطعنامه‌ای خواستار اعمال تحریم‌های گسترده علیه نظام به اتهام نقض حقوق بشر شد و در ادامه نیز باید منتظر اعمال تحریم‌هایی بود که در مفاد آن به صراحت به اغتشاشات داخلی ایران و عدم مناسب بودن وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شود. روزنامه سپاه پاسداران در ادامه مطلب وحشت‌آلود خود نوشت: اغتشاشات شکل گرفته در برخی از شهرهای کشور آنها را به این باور رسانده است که با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه نظام نمی‌توان به توافقاتی مشابه با برجام هسته‌ای امید داشت. سپاه پاسداران همچنین در خبرگزاری خود درباره تصمیم روز جمعه رئیس جمهور آمریکا نوشت: ترامپ تاکنون دو بار توقف موقت تحریم‌ها را بر اساس برجام تمدید کرده و هر بار افراد و نهادهای جدیدی را به لیست تحریم اضافه کرده است. این بار نیز برخورد با اغتشاشگران بهانه مناسبی برای تحریم افراد و نهادهای نظام است و بخش 106 قانون کاتسا این اختیار را به ترامپ می‌دهد. می توان پیش بینی کرد که لیست تحریم آمریکا علیه نظام در 13 ژانویه بلندتر از قبل شود. واشنگتن پست نوشت مقامات آمریکایی و اروپایی و دستیاران کنگره گفتند انتظار می رود که دونالد ترامپ در این هفته تحریم های جدیدی مرتبط با حقوق بشر و دیگر مسائل اعلام کند. این تحریم ها به طور مستقیم روی توافق اتمی تأثیر نمی گذارند، ولی روی نگرانی آمریکا از نحوه برخورد رژیم ایران نسبت به تظاهرات ضد حکومتی و دیگر اقدامات این رژیم تأکید می‌کند. مارک دوبویتس رئیس بنیاد غیرحزبی دفاع از دموکراسی‌ها گفت که وی انتظار تحریم‌های غیراتمی بیشتری را بر سر مسائلی که تظاهرکنندگان بیش از همه نگران آنها بودند، من جمله فساد، نقض حقوق بشر و سرکوب اینترنتی دارد. در آستانه تصمیم دونالد ترامپ در مورد تحریم‌های رژیم آخوندی، سپاه پاسداران در روزنامه خود نوشت: دلبستن به زیان اقتصادی خروج آمریکا از برجام با کمک اروپا مثل دلبستن به سراب بیابان برای آبتنی و نجات از گرمای طاقت فرساست. اروپا در برجام هیچ کار است. این را مذاکره کنندگان ما هم فهمیدند. اشتون در گرماگرم مذاکرات برجام به تیم مذاکره کننده ما گفت: بروید مشکلتان را با آمریکا به تنهایی حل کنید. اما حالا همین تیم مذاکره کننده برای حفظ برجام که بر لبه پرتگاه دست ترامپ دارد آن را به عمق دره می اندازد، ایده شکست خورده برجام اروپایی را مطرح می کنند. سپاه پاسداران در ادامه نوشت: آمریکا برای اعمال تحریم مالی جهان شمول علیه نظام هیچ نیازی به همراهی هیچ دولت دیگری ندارد.
این حقیقت ناشی از نسبت عظیم تأمین مالی و انتقال جهان به دلار است که به مراتب بیش از نسبت اقتصاد آمریکا به کل اقتصاد دنیا است. از این رو انتظار این که اروپایی‌ها بتوانند ضررهای بازگشت تحریم‌های آمریکا را جبران کنند خیالی خام است. یک روزنامه باند روحانی درباره چشمانداز اقتصاد حکومت آخوندی گفت: بی‌پرده باید گفت نظام ایران هیچ متحد اقتصادی واقعی ندارد و بانک‌های چینی هم مانند گذشته با ما همکاری نمی‌کنند. آمریکا نیز هر روز بر حجم تحریم‌های اقتصادی خود می‌افزاید و ترکیه نیز به دلیل مشکلات هالک بانک همکاری خوبی ندارد. این روزنامه حکومتی افزود ارزش ریال به شدت کاهش پیدا می‌کند و این کاهش ارزش را راه کار عملیاتی نخواهد داشت. در حال حاضر حتی هزینه نیروگاه‌های توانیر نیز از سوی دولت پرداخت نشده است و بیمان می‌رود که در آینده حتی توان تأمین برق را نداشته باشیم و از آنجا که ریال یک واحد پولی بسیار شکننده در طول 40 سال گذشته بوده است، بحرانی جدی گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. این موضوع واضح است که به زودی شاهد اتفاقهای ناخوشایند در اقتصاد کشور خواهیم بود. زلزله‌ای به قدرت 5.6 ریشتر روز پنجشنبه در 13 کیلومتری شهر سومار در استان کرمانشاه و در مرز استان ایلام رخ داد و این مناطق را لرزاند. این زمین لرزه در 8 کیلومتری عمق زمین و در ساعت 11:29 رخ داد. در بامداد روز پنجشنبه حداقل 12 بار زمین در منطقه کرمانشاه لرزید که 4 بار آن قدرت زمین لرزه بالای 5 ریشتر بوده است. شهرهای کوزران، روانسر، تازه آباد و سومار در کرمانشاه تحت تأثیر این زمین لرزه ها قرار گرفتند. مردم در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه و ایلام از ترس وقوع زلزله های بعدی به خیابان ها رفتند. چهارشنبه شب نیز زلزله‌ای به قدرت 4.7 ریشتر در حوالی شهر کوزران در کرمانشاه رخ داد و این شهر را هم لرزاند. به کلیپی از وضعیت هموطنان زلزله زده که بیش از 2 ماه است هنوز رژیم آخوندی یک کانکس هم برای سرپناه موقت به آنها نداده است توجه فرمایید. با سلام خدمت دوستان، 20/10/96 سرپل زباد. در مورد وضعیت زلزله زدگان بعد از گذشت 2 ماه هنوزم درصد زیادی از مردم حتی چادرم دریافت نکردن و با استفاده از نی برای خودشون سرپناه درست کردن، در صورتی که دولت اعلام کرده بود که اسکان موقت تمام مردم به پایان رسیده. کیفیت هوای زابل در شرایط بسیار خطرناک قرار گرفت. شاخص کیفیت هوای شهر زابل روز پنجشنبه به 500 رسید. هوای شهرهای تهران، تبریز، مشهد و خرم‌آباد نیز در وضعیت ناسالم قرار دارد. میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هوای تبریز عدد 178 را نشان می‌دهد که 7 برابر استاندارد جهانی است و برای همه افراد جامعه ناسالم است. هفتن دیگر از نیروهای اعزامی خامنه‌ای به سوریه در جریان دفاع از دیکتاتور سوریه به هلاکت رسیدند. به گزارش رسانه‌های سپاه پاسداران، اجساد مزدوران به هلاکت رسیده عصر روز چهارشنبه در شهر قم دفن شدند. هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد سازمان ملل گزارش کرده است که رژیم ایران حداقل 6 میلیارد دلار در سال را خرج کمک نظامی برای رژیم اسد می‌کند. هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل می‌افزاید: آنها چه زمانی فریاد مردم ایران را خواهند شنید که میگویند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. بودجه رژیم ایران کمک به تقریبا 30 میلیون ایرانی نیازمند را قطع میکند. این 5 میلیارد دلار پول بیشتر برای دیکتاتوری های این رژیم است تا آن را صرف بی‌ثباتی خاورمیانه کنند. بینندگان عزیز، خبرهای این ساعت سیما یازدی در اینجا به پایان رسید. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.